سلام. یه سری ویدیو جدید درست کردم. توی اینا میخوام بگم که OpenWrt که یه سیستم عامل مربوط به روترهای خانگی چیه و چه جوری میتونیم روی این روترها نصفشون کنیم، ازشون استفاده کنیم و یه جنگولک کوزیای در بیاریم که گیکی باشه و حالشو ببریم. خیلی ممنون با من باشید. خب وارد درس بشیم. اولین جایی که میخوام بگم یه خورده میخوام در مورد OpenWrt حرف بزنم. OpenWrt یه سیستم عامل روتینگ که برای وایفای های خارج خانگی و روترهای خانگی تقریبا در راهی شده. جاهای زیادتری هم استفاده داره ولی استفاده اصلیش تو اینجاست. ما این من سالهاست از این استفاده میکنم. خیلی سیستم عامل تو دلبرو خوبیه. اتفاقا سایتش هم اخیرا آپدیت کرده این قیافش اینجوری نبود یه جور دیگه بود ولی اخ... همین دیروز پیروز اپدیت کرده و شانس ما با یه قیافه قشنگتری واردش میشیم اولین نکته اینه که حالا فرض کنیم بفهمیم ببینیم آیا روتر یا مودمی که ما داریم این رو ساپورت میکنه یا نه اولین جایی که میریم این تیبل آف این تیبل آف هاردور به ما میگه که چه چیزی چه مودمی چه برندی کدوم مدلش از چه نقطه‌ای یا تو چه ریلیزی پشتیبانی میشه و اینجا میبینیم که لیست چیزای زیادیه و مثلا ایسوس ها خیلی ساپورت میشن نمیدونم تیپی لینک ها هستن اگه بریم سراغ تیپی لینک میبینید مثلا تیپی لینک ها مدل های بسیاریشون هستن دی لینک ها هستن و مدل های مختلف نکته اصلی که وجود داره اینه که باید حواسمون باشه ما انتخاب که میکنیم اون مدلی رو انتخاب کنیم که هم پولش به پولمون بخوره هم بتونیم باش کار کنیم چطوری؟ اینطوری که اولا گفته که آقا دیوایس هایی که 4 مگ فلش و 32 مگ رم دارن رو نخرید و پیشنهاد اینه که دیوایس های بالاتری رو انتخاب کنید و بخرید و خب چه جوری بفهمیم دیوایسمون چقدر چه مدلیه چقدر داره مثلا من الان میخوام برم سراغ آرچر C5 که خودم دارم اول میام پیداش میکنم مال من فکر میکنم همین آرچر C5 AC1200 میام توی صفحهش یه صفحه ویکیش که میام اینجا یه سری توضیح داده که آقا جان این آرچر C5 چی هست مثلا چه نسخه هایی روش نصب نکنیم و اینجا میاد یه به صورت خصوصی میگه چه سخت افزاری داره اگه پیداش بکنم ها اینجا های هاردور هایلایت من آرچر سی 5 ورژن دو دارم میگه بردش چیه سی چند مگاهرتز فلشش چقدره رمش چقدره و مثلا هاردور لنش چیه پورت گیگ داره یا نه USB داره یا نه و از این حرفا بعد یه سری توضیحات اضافه ترم ها داره نکته اصلی که داره اینه که به ما میگه که آخرین نسخش رو هم از کجا میتونیم دانلود کنیم تو همین صفحه و وقتی بریم دانلود کنیم مثلا میایم دوباره بریم سراغ همین دانلودش از اون صفحه اصلی هم میتونستیم بریم آرچر C5 خب اینجا میگه 19.075 میام تو اینجا میرم تو بخش دانلود 19075 حالا نکته اینه که من اینو حفظ شدم دیگه میام تو تارگتس چون این مدلش رو میدونم AR 71XX جنریکه و آرچر C5 اینجا هست فقط نکته ای که باید توجه کنم اینه که V1 ویدو ایناش رو باید بهش توجه کنم که حالا مثلا از 1 میخوام استفاده کنم یا 2 ولی در مجموع خیلی روند معمولا نصب ساده ای داره شما مثلا این نسخه فکتوری برای وقتیه که میخواید از نسخه از سیستم عامل خود کارخونه به این آپگرید کنید اینو دانلود میکنید و میدید به آپدیت خود روتر و اپدیت میکنه و چیز میاد بالا با روتر جدید میاد بالا فقط حواستون باشه که چیز نکنید خاموش نشه دیوایس و گنا دیوایستون میسوزه همیشه این کارا رو کردن یه ریسک سوختن هاردور داره و همیشه با دقت این کار رو انجام بدید بلخص چیزایی که اینجا گفته بود رو بخونید حتما کجاست آرچر C5 مثلا اینجا بخونید اینجا یه سری هینت داده مثلا گفته که آقا این استال 17.03 و 18.06 رو رو آرچر C7 نصب نکنید روی یک نصب کنید مثلا رو ورژندوشت یه چیزایی مشکل داره یه چیزایی مشکل نداره این صفحه رو حتما در مورد مودمتون و یا روترتون بخونید و یه سری روترام خب قاعدتا هنوز به صورت اتوماتیک مثلا پشتیبانی نمیشن مثلا الان شیائومی می روتر می روتر چهار مثلا میروتر چهار A خب یا میروتر می چهار A گیگابیت که میبینید مثلا تو اسنپشات این یعنی هنوز استیبل نشده و یه ریسکایی داره باز تا استیبل بشه و اینجوری میتونید انتخاب کنید که های روترتون ساپورت میشه ساپورت نمیشه و برید جلو بخش اول ارائه من که در مورد این بود که بگیم چجوری اوپن چیه چجوری انتخابش کنیم تموم شد یادمه که یه جایی هم مثل اینجا اگه اشتباه نکنم میتونستیم پیدا کنیم که چجوری دیوایس انتخاب کنیم ولی الان پیداش نمی کنم توی سایت سایت عوض شده اوکی بریم قسمت بعدی من کاری که کردم الان برای این چیز روی ویرشوال ماشین دو تا ماشین آماده کردم. یه دونه اوپن یه دونه آلپاین که به اون اوپن وصله و اونجا هم مثلا به مودم هم وصلن. با این مودم میریم و اوپن مثلا نصب شدنش رو میبینیم پسورد گذاشتنش رو میبینیم و یه چیزهای عمومی رو توش توضیح میدیم. کاری که میکنم اینه که اول از همه میام ماشین مجازی اوپن رو رو میکنم بالا که میاد اولین بار که بالا میاد یه چیزایی نشونمون میده که قاعدتا اینا رو وقتی مدم داریم نشونمون نمیده و از یه جایی به بعد با 192.168.1.1 میاد بالا و داره برای اینکه مطمئنشیم اومده بالا پینگ میکنیم 192.168.1.1 رو و میبینیم که بالا اومده اوکی و الان میریم توی وب و میزنیم 192.168.1.1 دقیقا همون اتفاقیه که شما وقتی که رو مودمتون نصب میکنید میفته نکته اینه که اونجا ممکنه وای نداشته باشید و مجبور شید با سیم بسشید بدون پسورد لاگین میکنیم اینجا یه اطلاعاتی نشونمون میده میگه آقا مثلا اینجا مثلا به من نشون میده مدل سیستمم چیه مدل سی پی چیه نسخه فیرموئر هم چیه نسخه کرنلم هم چیه تایمم هم چقدره چند سانی از آب بوده چقدر مموری دارم که خب چون اینجا من ویرچوال ماشینم خیلی مقدار زیادی مموری دارم کارت شبکه هم چیه و اگه DHCP دارم DHCP مثلا کیا بهش شده اینجا چیزای دیگه هم میبینیم وضعیت فایروال وضعیت روتاست سیسلاگ کرنل پروسس که رانه و مثلا گرافت همزمانه تو سیستمم یه سری اطلاعات داره که مثلا اطلاعات اولیه سیستم چیه مثلا آقا اسم چیه تایم زون چیه لاگ کجا بنویسه لنگو زبان و ایناش چی باشه در مورد SSH و پسورد و ایناش اینجا حرف میزنه که خب بهتره یه پسوردی برای روت بذاریم که من یه پسورد ساده گذاشتم براش احتمالاً احتمالا الان ما رو خارج کرده از سیستم هنوز خارجمون نکرده تو سافتور نرم افزار میتونیم نصب کنیم اینجا اجازه رو به ما میده که انواع و اقسام نرم افزار رو نصب کنیم اسکجول استارتاپ همون سرویس هایی که اول سیستم عامل ران میشن اسکجول از کران بکاپ برای بکاپ گرفتن کانفیگ و ایناست ریبوت هم که ریبوته نتورک اینجا در مورد اینترفیس ها حرف میزنیم که حالا اینترفیس های مختلف داریم مدل های مختلف DHCP تنظیمات DHCP مونه که حالا مثلا چیزه و DNS مون اگه هاست نیم داریم چیزی اینجا میذاریم روت استاتیک داریم اینجا اضافهش میکنیم برای پین کردن تریس روت گرفتن اینا که ابزارهای دیگنوستیک اینجاست و فایروال هم این انتهاس که بهمون کمک میکنه که بدونیم چیه حالا خورد خورد میریم دونه دونه اینو تنظیمش میکنیم من اولین کاری که میکنم میام تو سیستم این تیکر رو برای اینکه ساعت سیستم هم درست بشه میکنم آسیا تهران و اپلای میزنم قاعدتا ما زمان با زمان ضبط من یکی بشه این از این قضیه دوم این کارم که از پس قدم صفرمون این بود که پسورد ادمین رو عوض کنیم بعدا میایم اپ... مثلا اپلیکیشن ها رو نصب کنیم میایم کاری که میکنیم اینه که اول آپدیت لیست میکنیم که میره لیست اپلیکیشن ها رو از سرور ها میگیره وقتی گرفت کل پکیج اینجا میاد که آقا جان مثلا 62A 624 ای، کارش اینه که تونل ورژن 6 و آی 6 رو تو ورژن 4 تونل میکنه مثلا بعد مثلا چیزای دیگه داریم مثلا شما اگه بخواید از اطلاعات جمع کنید از اینکه این, که این چه کار میکنه خب کالکت دی داریم نمیدونم اگه اس بخواید ساپورت کنه مثلا اس که چیز داریم دیگه اینجا اس داریم که اوپن و اینا رو میشه نصب کرد و برای کارایی استفاده کرد پکیج های مختلف و متفاوتی داره از امکاناتی که تو سطح سیستم عامل بمون میده یعنی مثل مثلا آپاچی و اینا همون پکیج های لینوکسی تا پکیج که مربوط به خودشه که معمولا تو وبشه و معمولا با لوسی شروع میشه که مثلا شما تو لوسی میتونید ببینید که مثلا این اسسل اکمه لیتس بگیرید مثلا آریا دو که یه دانلودره باش دانلود کنید آنتی ویروس نصب کنید دی اسکریپت نصب کنید کارهای مختلف نصب کنید که خب امکانات زیادی بهمون میده و میتونیم ازش استفاده کنیم من الان پکیج خاصی نمیخوام نصب کنم فقط در همین حد بکاپ هم که خب برای بکاپ گرفتن و فیلمور آپدیت کردن و ایناست که ما فعلا با اون هم کاری نداریم ولی شما اگه فیلم رو جدید بیاد قاعدتا از اینجا فیلم رو فلش میکنید بکاپ رو ریستور میکنید نکته مهم اینه که اینترفیس رو بدونیم چیه تو اینترفیس ما یه سری امکانات داریم اولا پروتکل داریم یعنی شما به ازای هر اینترفیسی میتونید بگید این پروتکلش چیه که الان DHCP, Unmanaged PP, PPP, PPP PPOE و استاتیک آدرسه پروتکل های دیگه رو میتونید سرچ کنید پکیج مربوطش رو نصب کنید اینجا بتون اضافه میکنید تو استاتیک آدرس یه آدرس آدرس داریم یه سابنت ماسک داریم و اینکه مثلا IPv6 هم داشته باشه نداشته باشه IPv6 فعال باشه فیزیکال ستینگ فیزیکال ستینگ به ما میگه که به این اینترفیس که تو یو آی به ما نشون میده به کدوم اینترفیس فیزیکالمون وصله اینجا یه مفهومی داره به نام بریج برای اینه که چند تا اینترفیس رو به هم وصل کنید مثلا اتفاقی که برای ما میفته اینه که ما وقتی وایرلس داریم وایر... وایرلس یه کارت جداست لنمون یه, یه مثلا کارت یه سویچ جداست اینا رو فیزیکال به هم وصل میکنه انگار اینا با هم یکی شدن و ما مثلا اینجا تو اینترفیس میایم چند تاشو انتخاب میکنیم یه مفهوم دیگه داره به نام فایروال ستین که میگی که تو کدوم زون فایروال باشه تو زون فایروال نشون میده که ما چه کارهایی مجاز هستیم انجام بدیم و اونجا این واسه الان گفته که این تو زون لن باشه و در مورد DHCP حرف زده که آقا DHCP باشه یا نه استارتش کجا باشه حداکثر تعدادش چقدر باشه به چه مدتی مثلا در اختیار دیگران بذاره یه امکانات ادوانسی هم داره مثلا برای اینکه بگیم دی سرور رو یه مقداری غیر از دی سرور ما بذاره یا مثلا ipv 6 مون چطوری باشه همین این از اون سمت میشه سمت ون هم باز یه ترکیبات مشابهی داره ولی اینجا گفتیم DHCP اچ سی پی کلاینت وصله پی یا هر چی باید میزده زده و الان فقط به ما داره آی میده و اینجا دوباره همینو داریم یه چیز مهم این متریک گیتوی که حالا در موردش بیشتر حرف میزنیم تو قسمت های بعدی و اینکه به کدوم فیزیکال آدرس باشه معمولا ونمون بریج نیست فقط لن بریجه و فایروال ستینگمون که تو کدوم زونه و اینجا حالا الان مثلا ما یه ون ورژن 6 هم داریم ولی چون من ندارم این رو دیلیت میکنم چون به نظرم اضافه است ون 6 چون ما IPv6 نداریم حالا هر وقت pv 6 اضافه شد اونم اضافه میکنه خب نکته بعدی که باید در موردش توضیح بدم در مورد فایروال فایروال یه دید کلی که به ما میده اینه که یه مفهومی داره به نام زون زون میگه که تو این چه چیزایی اینجا هستن چه دیوایسهایی اینجا هستن و از اون دیوایس به اون یکی دیگه چه اتفاقی میفته ما میگیم که مثلا از زون لن به زون ون میتونی هرچی و ورودی داشت رو بپذیر خروجی هاشم بپذیر فورواردم بکن از زون ون به خارج یعنی به اینترنت همه چی رو ریجکت کن و خروجی ها رو اکسپت کن چیزای دیگر رو ریجکت کن یعنی نظر چیزی فوروارد بشه و مسکوره ایدم بکن یعنی نتو فعال کن این کلیت اینه و اگه ما یه چیزی به عنوان اینترنت داشتیم باید حتما تو ون باشه و اگه چیزی داشتیم که به عنوان لن بود یعنی به عنوان مثلا میخواستیم دو تا شبکه داخلی داشته باشیم ولی میخواستیم دوتاشون اینترنت داشته باشن دوتاشون رو باید مینداختیم تو زون لن یه سری پورت فورواردینگ و اینام داره که انشالله در آینده در موردش حرف میزنم خب حالا همه اینا رو گفتیم بریم اون یکی دیگه ماشین مجازیمون که ماشین مجازی آلپاین هست رو روشن کنیم و نشون بدیم که اون از این آی گرفت و آی شو اینجا ما دیدیم و تونستیم ازش استفاده کنیم خب بذارید اینم روشن کنم دلیلی که از آلپاین استفاده کردم اینه که این خیلی سبک دیستریبیوشن و به ما این اجازه رو میده که خیلی کارهای زیادی باش بکنیم خب این اومد بالا من فکر کنم با روت لاگین کردم اینجا رو نگاه کنید من میتونم پینگ کنم گوگل رو و پینگ که میکنم گوگل یعنی هم دی هم داره کار میکنه هم اینترنت دارم و همه چی اوضاع خوبه از اون طرف مثلا میتونم با کرل دوباره گوگل رو بگیرم ها کرل نصب نیست اینجا چی نصبه آه اینجا wget نصب google.com که وصل میشه به گوگل و این اندیس گوگل رو میگیره برامون که میبینید یه سری چیز داره پس الان چیزی که داشتیم این بود که اینترنت داشتیم و چیز بود بریم ببینیم تو یو آی اوپن دولیو آرتی چه اتفاقی افتاد اول میایم تو استاتوس یه اتفاقی که میفته اینه که میگه آقا یه نفر اومد آی پی 136 رو گرفت خب این یه اتفاق بودی که اینجا میافتاد بعد احتمالا تو این ریل تایم گرافامونم که بیایم توی ترافیک میبینیم که اونجایی که پینگ میکردیم ترافیکمون رفته بالا یعنی من الان دوباره روال پاینم پینگ بذارم دبلیو گت گوگل بذارم پاک کنم ایندکس رو دوباره میبینم اینجا که پهنابان میره بالا میبینید دوباره رفته بالا پهنابان و اومده پایین دانلود میکنیم و کارهای مختلف میتونیم بکنیم خب پس اینجا هم بهمون نشون میده که مثلا اوضاع چجوریه نکته بعدی که مثلا وقتی چیز باشه میبینیم میبینیم که چقدر رم و اینا مصرف کرده با احتساب همه اینا الان دیدیم یه کانکشن وست شد یه آدمی بهش وست شد یه لیزی به داد آدرس داد اینترنت داره و داره از طریق اینم میگذره و ما اینجا میتونیم ببینیم که ماجراش از چه قراره با این کلیتی که این دفعه گفتم خلاصه بخوام بگم گفتم چجوری میتونیم مودم انتخاب کنیم چجوری میتونیم مودم انتخاب کنیم چجوری میتونیم نصب کنیم و مثلا کانفیک کنیم روترمون رو و کلیت بفهمیم که چجوری جو اپ نصب کنیم زونای فایروال چی اند بریج چیه این کلیت رو که گفتیم این قسمتمون تموم میشه انشالله چیزای جدیتر رو تو قسمتهای بعدی براتون میگم خدا نگهدار